درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، این برنامه را از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس خدمتتون تقدیم میکنم. در همین آغاز برنامه از جناب پارسا سوربی، دوست بسیار ارجمندم، سپاسگزارم که در واشنگتن در اتاق فرمان برنامه را کارگردانی فنی میکنم. همینطور از شما خانم عزیز، آقای عزیز که به این برنامه توجه میفرمایید بسیار سپاسگزارم. یه فیلم سینمایی رو، یه مختصر یه فیلم سینمایی رو براتون تعریف کنم. ببینید، سالهای پیش در ایران که بودیم که خب فیلم ها اونجا به دوبله میدینیم، در نتیجه دوبله که میدینیم همه فیلم رو میفهمیدم، یعنی من خودم میگم، شما رو نمیگم، شما که انگلیسی دو خوبه میفهمید، اما اینجا من میرم سینما یه وقتا میرم همه دارم میخندم، من نگاه میکنم اینا برای چی میخندن. حالا من میدونم اون طرف یه حرف خندداری زده که من نفهمیدم اون حرف خندهدار و معنیش چیه، ولی زمان نخندیدم. گاهی هم به احترام اینا که بهشون اعتماد دارم الکی میخندم. حالا در اونجا که فیلم ها رو به فارسی میدینیم همه چیزشو میفهمیدیم، خوب میفهمیدیم. یه فیلمی بود دیوید نیون بازی میکرد، یک هنرپیشه خیلی قدیمی، الان نسل جدید یادشون نیست اون خیافه اونها رو. ایشون فرمانده یک گروهی بود از دولت بریتانیا که توی هند اونجا مأموریت داشتن که مثلا هند رو کنترل میکردن، و اینا که کنترل میکردن چند تا سرباز داشتن و یه چند تا خانواده بودن که اونجا زندگی میکردن، یعنی به اون صورت لشکر و خشوم اینا نداشتن. سربازشون هم اسکاتلندی بودن. اسکاتلندی ها میدونن یه مرداشون یه دامنه کوتاه میپوشن. بعد یک کسی بود که سردار هندی بود و یکی مثلا روشنفکران هندی بود، سرداران هندی بود، گفت بریم با اینا به چند اینا را مملکت رو بیرون کنیم، ما مستقل بشیم، چرا ما زیر فرمون اینا هستیم. مردم رو جمع میکرد میابود و بعد توفنگ تقییم میکرد، بهشون توفنگ میداد و بعد میابودن که با اینا بجنگن. منتها هندی ها، حالا این فیلمش کامیدی بود یا نه، واقعا این باور بوده یا نه، هندی ها با این باور بودن که مردی که شلوار پاش نباشه نباید به شلیک کرد، و گفتن اگه اینا زیر دامنشون شلوار نپوشیده باشن ما شلیک بکنیم به اینا گناه، گناه بزرگه. ولی مردم گفت بابا اینا دامن دارن، زیر شلوار دارن، خب چرا شما میترسید؟ اونا میگفتن باشه. میرفتن اینا، این گروه انگلیسی اونجا یه جشن داشتن و موزیک داشتن و رقص داشتن، اینا حمله میکردن، تق توق تق، اونا همونطور به موزیک و جشنشون ادامه میدن، به رقصشون ادامه میدن. این هندی ها گیج میشدن، ای ما به ساختمون ها شلیک میکنیم، اینا چرا بجوری باید موزیکشون میزنه و خودشون دارن میرفتن. بالاخره روبرو میشن، میان جلوتر 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 روبرو میشن با سربازهای اسکاتلندی. سربازه اسکاتلندی دفعه دامنشون میزنن بالا، بعد معلوم میشه که چیزی اون زیر نپوشیدن. سربازه هندی فرار در میرن. خب ببینید، این سربازای هندی هیچ وقت به اون بریتانیا یا پیروز نمیشن، ده دفعه پیروز حمله کنن پیروز نمیشن، مگر اینکه باور خودشون عوض کنن. اگر با همین باوری که دارن که من یارو دامنشو بزنه بالا همه چیزی که معلوم بشه باید ما باید فرار کنیم، خب صد دفعه برن جنگ بازم همین میشه دیگه. ببینید، ما ایرانی ها یه چیزمون میشه. خانم آقایون فکر نکنید من منفی بافی میکنم، دارم الکی از خودم در میارم، ولی ما یک مشکلی داریم، یه مشکلی داریم که در مورد موضوعات درک نمی کنیم. حال جسارت نشه، من خودم میگم، من خودم در مورد موضوعات اونطوری که باید شاید مسائل رو درک نمی کنم، ولی تو به راه غلط میرم. ببینید، من اینو یه دفعه هم گفتم، اب نداره تکرار بشه، من شما چند دفعه به عمرتون گفتم قل هو الله احد، هنوز هم میگی. خب منم یه چیز تکرار کنم اب نداره که گفتم براتون. حالا فرض میکنیم که شاه اصلا آدم بدی بود، ولی گفت مرد و زن در انتخابات مساوی همن، در انتخاب کردن انتخاب شدن، گفت رعیت صاحب زمین بشه، گفت کارگرها در سود کارخونه شریک بشه. من به جایی که بگم آره بله اینا قانونان خوبیه،
من به یکی بگم این قانون من خوبیه، گفتم نه، من روشنفکر، من جبهه ملی، من توده‌ای، من چپی، من فلان، گفتم نه. آقای شاهد زدید ببینیم ما خمینی چی میگه. آقای خمینی شما چی میگید؟ خمینی گفت نه من مخالفم. ما گفتیم نه مخالفم. ببینید اینجای من خودم میگم شما نگم، اینجا اشکال داره. اشکال اول باید رفع کنیم، وگرنه هیچ وقت کشورمون نمیتونیم پس بگیریم. اگر پس بگیریم دوباره باز همین با مگس کش میدن تو سر بنده تا دوباره بیافتم ببینم. بعد از 15 سال که گذشت، همون موقع که این حرفا شد، شاه ما آقای خمینی رو طبق قانون نه شاه نه که قانون دولت، آقای خمینی رو دستگیر کرد، گفت تو بر علیه حکومت قصد براندازی حکومت داری. راست هم میگو، ولی که آقای خمینی به تحریک طرفدار آقای خمینی یه سری راه افتادن، از برامی اومدن بازار و اومدن بوزرگمهری، رفتن تو رادیو، حتی رفتن توی رادیو. بعد علم دستور داد گفت بزنید، گفت با بلنگو بگید برم بیرون، نرفتم بزنید، دادن یه 30-40 نفر اونجا کشته شد. قائل ختم شد، آقای خمینی دستگیر کرد. وقتی رسول نه آقای خمینی دستگیر کنه، آقای خمینی تو راه گریه کرده بود، گفته بود این دفعه دیگه منو میکشن. خود آقای خمینی تو راه گریه کرده بود، گفته بود این دفعه منو میکشن. بردنش، محکوم به اعدام شد. توی زندان بهش یه کوک میدادن که شما آیت اللهید. بعد رفتم به خدمت شاه، گفتن آیت الله رو نمیشه کشت. مقایسه کنیم، ببینیم ما میخوایم حقایق رو بفهمیم، نمیخوام علی علکی یکی طرفداری کنیم یا ولی بیم. آقای رضا شاه وقتی که هنوز رضا خان بود، سردار سپه بود و آقای سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس جمهور بود، آقای نخست‌وزیر بود، آقای نخست‌وزیر به سردار سپه دستور داد یه لیست داد، گفت نامه رو بگیر. سردار سپه همه اونا رو گرفت. یه مأموری از سفارت انگلیس اومد پلوی سردار سپه، گفت آقای رضا خان شما این شخص رو نمیتونی بگیری. گفت چرا، من کاری گرفتمش که. گفت نه، باید بلافاصله آزادش کنید. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه از بریتانیا، از پادشاه بریتانیا مدال داره و چون مدال داره شما نمیتونید زندانش کنید. آقای رضا خان گفت خب بری مدال ازش پتو بگیرید. میدونی راحت من زندانش کردم، تو هم میگید مدال داره نباید تو زندان باشه، خب مدال ازش پتو بگیرید. ببینید یک قسم باورهای زردشتی هست، آبادسازی، داد یعنی عدالت، دهشمندی، شادزیستی، رفتن کمک به اهورامزدا یعنی انسان بره به خدا کمک کنه تا با بدی ها به جنگه. آقای محمد رضا شاه این بدی بود، این اهریمن بود، اگه کشته بودی ملت ایران به این روز نمی افتادن. بخششی های علکی، آدم که ماری که اومده آدم نیش بزنه، آدم میبخشدش، خب دوباره باز میاد نیش بزنه آدمو. ما اگه توی این بیابون میره کارش ندارم، من اینجا خودش میره کار ندارم، اما اگر در بیاد پایین بیام ببینم دارم اومده در پای من میخواد من اینجا نیش بزنه، پنی مال نازش کنم بگم بفرمان توی کیسه بگیرم ببرم بذارم توی اوبر خونه، خب این اومده من نیش بزن دوباره میاد. اگه گرگی که اومده گوسفندای منو بگیره، من به این گرگ ناز نازی کنم، بگیرمش بغلش کنم طویله بزنش بیرون، خب فرد شب میان. جنگ با نیروهای اهریمنی، جنگ اینجوری نیست که گیری بیری بیری بیری، جنگ اینه که تناب دار میزن گردن آقا میکشنش بالا. ما دل نازک شدیم، ببخشید این مسئله زشت میدونم، میگم به شطور گفتن چرا شاشت بسه، گفت چیچی مثل همه کسه. بله.
تنازب شدیم. نه، اعدام نباید کسی اعدام بشه، اصلا ما باید اعدام از مملکتمون حذف کنیم. آقا جنگ با نیروهای اهریمنی، یارو که رفته چند تا بچه رو گرفته تجاوز کرده کشته، حالا بگیم نازی نازی این ببریم این معالجهش کنیم خوب میشه. آقا ما که سوئد نیستیم، که ما 100 سال از سوئد عقبیم. وقتی 100 سال جلو رفتیم به سوئد رسیدیم، اون وقت میتونیم قانونهای سوئد رو در کشور رو پیاده کنیم. آقا شما چرا چیزی که نمیشه میچرخونید؟ آخه نمیشه که با بیکینی وسط روز اومد توی شهر گشت، که هر چیزی جا و مکانی داره. حالا این قانون ها که اومد که اونجا گفتش کرده، بعدم 15 سال گذشت رفتیم عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدیم. آخه یه ملتی میره عکس یه نفر تو ماه میبینه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا چجوری؟ آخه چجوری ممکنه؟ با چه عقلی؟ با چه چیزی؟ ما مگه انقدیه که عکس آقای خمینی رو توش بندازن؟ آقای محمد توی سوره کهف میگه که رفتن دنبال خورشید ببینن کجا میره، بعد اینه که وقتی غروب شد رفت یه جایی که چشمه گلالود و تیرهی بود، رفت تو آب اون پرو رفت. آقای محمد مثل همه مردم، نه که بگیم محمد نادا بود، محمد خیلی هم میدونست، مثل همه مردم، مثل همه مردم تصور میکرد خورشید قدیه. خب ما رابط فکر میگنه ما اینجوری یه نفر رفته عکس خمینی رو تو کشیده. آخه ما یه کلهی به اون عظمت، کی میره عکس خمینی رو تو بکشه؟ خب ببینید با همون باورهای غلط ما همیشه اشتباه میکنیم. بعد اومدیم فریاد دادیم جمهوری اسلامی. ببینید خانم آقایون، جمهوری از جمهور میاد، جمهور به معنی اکثریته، به معنی مردمه. خب جمهوری یعنی رأی مردم، جمهوری یعنی که از امروز میگن آقا ارث پسر نباید دو برابر دختر بشه، باید هر دو مساوی ببرن. مردم رأی میدن که باید هر دو مساوی ببرن. آخوندا میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ تو قرآن نوشته. خب پاهاش نوشته باشه؟ نه، این از آسمون کلام خداست. خب اگه اسلامی از آسمان و کلام خداست نمیشه تغییرش داد، چرا میگید جمهوری؟ جمهور مردم یعنی عامه مردم، اکثریت مردم. آخه میخواید رأی اکثریت مردم باشه یا میخواید قانون اسلام باشه؟ اگه میخواید قانون اسلام باشه بگید رژیم اسلامی. اگه میخواید رأی اکثریت باشه باید بگید جمهوری ایران. چرا میگه جمهوری اسلامی؟ اون رو همون اولش هم با آقای خمینی گفتن که آقا این جمهوری اسلامی درست نیست، یه چیز دیگه بدونیم. گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. یه جمعی گفت، اومد گفت که من با کمک این مردم تو دهن این دولت میزنم. البته میگن دولت جاخالی داد تو دهن مردم زد. بعد آقای خمینی اومد قدرت به دست گرفت، همون لحظه اول شروع کرد کشتن سران رژیم قبلی. بسیاری سران رژیم قبلی بیگناه بودن، بسیاری. یورو فرمانده نیروی هوایی چه گناهی کرده؟ وزیر آموزش پرورش چه گناهی کرده؟ خانم فرخرو پارسا وزیر پیشین آموزش پرورش چه گناهی کرده بود؟ هم وزیر پیشین آموزش پرورش خانم فرخرو پارسا رو کشت، هم وزیر وقت رو آقای دکتر عاملی، پزشک بود، همه سرسازشون در اومد. به آقای خلخالی که آقای خلخالی تو چرا یک پزشکی که تازه شده وزیر آموزش پرورش کاری نکرده؟ اصلا این تازه شده بود، دو ماه بود رئیس آموزش پرورش بود، وزیر شده بود، شما چرا اینو کشتی؟ آقای خلخالی گفت من برای همه اعدام ها مخصوصا اعدام های مهم از آقای خمینی میپرسم و اینم از تو آقای خمینی بودن.
رفته پلوش یا زنگ زده یا هرکی گفته آقا این نوع گرفتی میره چکار کنم، گفتم را کشیدهش. بعد اینا رو اعدام کردن، تیرباران کردن بدون محاکمه بدون یه چی. ما بهبه گفتیم، چرچر گفتیم. ببینید من خودم میگم من بهبه و چرچر گفتم. ببینید خانم اینجای من آیا عیب نداره؟ ما به جایی که رژیم اسلامی رو بندازیم بهتر اول بریم اون عیبا رو درست کنیم، ببینیم منشأ اون عیبا چیه، کجا اومده. از همه خنده داره. البته من اون وقتی که اومدن گفتن که بیایید به جمهوری اسلامی رأی بدین، جمهوری اسلامی آریانن نام یادشون هست، اونا البته یه دیادشون نیست، اونا که یادشون هست باید مثلا اون موقع اقلا 20 سالش باشه، الان مثلا باید از اونا که از 5 سال به بالا باشن ممکنه یادشون باشه، اونا که به پایینه یادشون نیست. اومدن گفتن که بیایید رأی بدید به جمهوری اسلامی آریانن. من نرفتم رأی بدم، ولی اخیرا یه مقاله خوندم که نوشتم توی نوشته خودم، توی این نوشته خودم به اون اشاره کردم، میفرستم خدمت آقای سوربی. آقای سوربی خیلی لطف میکنن، محبت میکنن، نوشته های منو میذارن توی یوتیوب، همه میتونم برم ببینم. من خودم رفتم دیدم نوشتم اون تو بود، رفتم برای یکی بچه ها که به آقای سوربی گفتم خدای کامپیوتره. آقای سوربی گفتش که اینکه خدای کامپیوتره بگو یه پیغمبر کامپیوترم بفرسته برای ما. البته ما هم یه صحبت کردم، رفتم دیدم بله باشن، دستشون درد نکنه آقای زوربی. اگر کسانی خواستن اونا رو بخونن میتونن اونجا برن بخونن مقاله رو. اصل مقاله رو نوشتم که اینا کجا آوردم، یعنی فقط از حافظم یاری نگرفتم، چون حافظی آدم بعد 37 سال یه وقت قسمتاش عوض میشه، تغییر میکنه. از یک مقاله‌ای که همین در ظرف این دو هفته اخیر چاپ شده بود، از اون مقاله نقل قول کردم. رأی‌های آری سبز بود، رأی‌های نه قرمز بود. میگم من نرفتم رأی بدم، من ندیدم اینا رو. سبز در فرهنگ ایرانی پرچم اون بالاش سبز میگیم، این آخاییه، این بزرگواریه، به هم دیگه میگیم مثلا زندگی سبز باشه، سبز و خرم باشه، این لغت رنگ خوبی. رنگ قرمز رنگ جنگ و خشم و دعواست. حالا این مهم نیست، رنگ حالا مهم نیست، ولی برگه هایی که رنگ میدادن زیرش نمیشه باید به جمهوری اسلامی رنگ میدادی، مثلا برگ سبز و ورزشی باید به رنگ میدادی آره دیگه، یعنی این انداختی تو، یعنی آری، من آریم، من موافقم. این که موافقم زیر برگه رأی نوشته بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی بعداً تهیه می شود. ببینید خانم عزیز، آقای عزیز، اگه من اینجا درست کار بکنه میرم به یه چیزی رأی میدم که قانونش بعداً قرار درست بشه. خب سب کنید قانونش درست بشه، منتشر کنید، بعد من برم بگم رأی میدم یا نمیدم. اول رأی میدیم بعد قانونش رو درست میکنیم. خب من که رأی دادم آری، شما هر غلطی بخواید بکنید میکنید دیگه، من که اعتراض ندارم که، چون من قبلا آری رو دادم. ببینید مرحله مرحله، ببینید مراحل اشتباهات بزرگ. آقای مصدق ما اشتباهات بزرگی کرد، البته ما بر اون باوریم که یه چیز رفت تو کلم پاک نمیشه دیگه، ما عادت نداریم اشتباهاتمون درست کنیم. بزرگان ما اندیشمند، اونایی که استاد منن، اونایی که خیلی با تجربه نمیچندن، نمیدونن، پروفسورن، میگن کودتای امریکایی بر علای دکتر مصدق. آقای کرمیت روزولت اومده بود ایران که شاه وادار کنه که مصدق عزل کنه. خانم آقای شاه قبول نکرد، تا آخرین لحظه قبول نکرد، گفت من ترجیح میدم که دکتر مصدق کارش با مجلس راست ریس بشه نه با من. برای که درسته که در قانون اساسی هستش که شاه میتونه نخست وزیر رو عزل کنه نزد کنه، ولی سنت نبود. میدونی چی میگه؟ سنت نبود که تا مجلس هست شاه نخست وزیر رو عزل کنه. نخست وزیر تا مجلس هست
عرضش اینطوریه که میره نخست وزیر مجلس رأی اعتماد میخواد. اگه مجلس بهش رأی اعتماد نداد خود به خود عزله. آقای مصدق یار وفادارش، عزیز نازنینش حسین مکی که آقای دکتر مصدق همیشه اون سرباز فداکار میهن مینامید، آقای مکی با خبر شد که آقای دکتر مصدق یک مقداری اسکناس بدون اجازه مجلس و بدون پشتوانه چاپ کرده، میخواست توی مجلس استیضاء کنه، بگه آقا مصدق شما چرا این کار کردید؟ البته کارهای دیگه هم بود، حالا من یکیش میگم، نمیخوام وارد اون قضیه بشم. آقای مصدق فهمید که اگر بیاد توی مجلس با نمایندگان رو به رو بشه استیضاءش میکنن، بعد مجبور میشه رأی اعتماد بگیره، بعد رأی اعتماد نمیاره، مجبور میشه از رخصتی بیفته، به قول معروف کنف بشه. اومد چیکار کرد؟ گفت من رفراندوم میکنم. خانم آقای، رفراندوم خلاف قانون اساسی، ما باید در طبق قانون اساسی مشروطه عمل میکردیم. هیچ جای قانون اساسی مشروطه از رفراندوم چیزی ننوشته. اگه آقای مصدق میخواست این رفراندوم قانونی باشه، باید اول یه مجلس مؤسسان درست میکرد، یه متمم دیگه به قانون اساسی اضافه میکرد. قانون اساسی چند تا متمم داره، یه متمم دیگه اضافه میکرد که هر وقت مخصوصی بخواد میتونه رفراندوم کنه. اون وقت کارش قانونی بود، کارش غیر قانونی بود. رفراندوم کارش غیر قانونی بود. خانم آقای، رفراندوم که کارش غیر قانونی بود، انجامش هم غیر قانونی بود. باورتون نمیشه، من نمیشه که هرچی میگم باور کردن نمیشه. آقا من تو شهر قلبی بودم، صندوق این که آیا با رفراندوم، با آقای دکتر مصدق در رفراندوم در انحلال مجلس موافقی، یه صندوق دیگه بود که آیا مخالفی. یعنی اگر من با مصدق موافق بودم باید یه جای دیگه رای میداختم، اگه مخالف بودم باید یه جای دیگه رای میداختم. اون رای موافق یه جایی بود در قزوین توی مسجد شاه، حتما الان اسم مسجد رو گذاشتن یه چیز دیگه دیگه، اون زمان مسجد شاه بود. مسجد شاه از یک طرف به خیابون اصلی شهر مربوط بود، خیابون اصلی شهر که از اتومبیلای که از تهران می اومدن می‌خواستن برن رشت و همدان از اونجا رد می‌شدن. خیابون اصلی البته زده کمربندی داشت برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، ولی ماشین‌های شخصی از اون خیابون رد می‌شد. خیابون اصلی بود، یه طرف به این بود، یه طرف بازار اصلی شهر مربوط میشد. یعنی بازارهای قدیم خیلی بازارهای مختلف تو در تو، تقریبا مثل بازارهای تهران منتها یک کمی کوچکتر داشت. بعد یه طرف به یک بازارچه وصل میشد، بازارچه کوچکی بود، یه طرف به خونه های مردم بود، یعنی در محیط کاملا امن. حالا صندوق های رأی نرو گشتودن یک منطقه از قدیم که بهش گفتن حکم‌آباد. حکم‌آباد یه جایی بود که توش کاهوب و خیار و گوجه و بادمجون این چیزا میکاشتن، یعنی مزرعه های اینجور چیزا بود. هیچ آدم اونجور نبود، یک مغازه، یک خونه مخروبه اونجا بود، دو تا درویش اونجا بودن، بهشون بودن لیلی مجنون، هر دو ریشاشون بلند، سرسودشون طبعا شبیه هم بودن. اونا اون تو زندگی میکردن، هر وقت ما میرسیم اینا میدیدیم میترسیدیم، بگم اینا آدم خورن. در اصل اینطوری با این رأی قلابی مجلس منحل کرد. خانم آقای، در قیاب مجلس کسی که میتونه نخست وزیر رو از رو نصب بکنه شاهه. شاه یک فرمان عزل نخست وزیر رو داد، یک فرمان داد آقای ابوالفضل زاهدی شما از این بعد نخست وزیرید، یک فرمان داد آقای مصدق شما از این بعد عزل شدید. آقای مصدق فرمان عرضش گرفت، روی اون نامه نوشت فرمان همایونی. وقتی نوشت فرمان همایونی یعنی چی؟ یعنی من شما رو به عنوان پادشاه قبول دارم که این نامه رو برام بدید. در ساعت فلان دوی نیمه شب روز 25 مرداد دریافت شد، زیرش هم امضا کرد دکتر محمد مصدق. ننوشت نخست وزیر قانونی، قبول کرد که عزل شده. بعد آماده شد که خداحافظی چو به رادیو بکنه. آقای حسین فاطمی و سران حزب توده و اون عده‌ای افسران که حزب توده بودن، اون سرنگ نصیری رو دستبند زدن، دستگیرش کردن. آقا سطمان سرنگ رو دستگیر میکنه بدون دستور فرمانده، سطمان بدون دستور فرمانده
سرنگ دستگیر میکنه. صدفان علی اشرف و چونجاییان دستگیر میکنه. خب ببینید مصدق میخواست، مصدق قبل از اینکه این اتفاق بفته 28 مرداد این اتفاق افتاد، چند ماه قبلش بگم 6 ماه قبلش شاه رو قانع کرد که از ایران بره بیرون. مصدق میخواد شاه رو مثل احمدشاه بفرسته بیرون، سلسله پهلوی رو خلق کنه. قصدش این بود. شاه آماده شد که بره. شاه یک آدم مظلومی بود، هر وقت مشکل میشد میگفت من برم شاید مشکل هر بشه. گفت پاشو من میرم. آقا مصدق این مقدار دلار داد فلان، گفت اینا هم در خرج سفر و بلیط و فلان همه چی که شاه بره. مردم متوجه شدن که شاه میخواد بره. آیت الله کاشانی، آیت الله بروجردی، همین آقای خمینی به نماینده آیت الله کاشانی، این همه جمع شدن گفتن نباید شاه بره. جلوی کاخ شاهی قوقای مردم شد. آقای مصدق رفته و پلو شاه که شاه آخر ملاقات چه بکنه شاه بره. مصدق این میامد بیرون میکشتنش جمعیت. شاه از رانندش فرستاد، گفت از در پشت ساختمون اینه ببر برسونش. مصدقم از اونجا به خونش هم نرفت، رفت به ستاد ارتش یه جایی که اونجا موند که مردم تیک بارش نکنن. ببینید من یک بخشی از سوره ابراهیم رو براتون بازگو میکنم، مفهومش میگم، الان کتاب جلو نیستم سوره بگم، ولی خب همه میتونم بگم. سوره ابراهیم که ابراهیم که یادتون میاد، ابراهیم همون دروغگویی بود، گوسفند فروش بود، گفت بخواب سر بچه هم ببرم جلوی خدا ببرم. رفت اونجا تو بیابونش که هم دنبالش نبود، نه گفت همه بیاید بریم من میخوام جلوی شما سر بچه هم ببرم، بچه هم قربانی کنم. گفت نه شما اینجا باشید من خودم میرم بچه رو قربانی میکنم. رفتش اونجا و بعد با بچه برگرد، گفتن چی شد؟ گفت اومدم کله بچه رو ببرم، چاقو چی کند شد. آخه من که این دروغ بود، با چاقوی کندم میشه آدم کش، با یه تیکه سنگم میشه آدم کش، با یه پیچکوشتی آدم میکشم. گفت چاقو کند شد، پسرم رو نبرید. بعد در همین دنه یه گوسفند آوردن به من دادن، از طرف خدای گوسفند آوردن، من سر گوسفنده رو بریدم، این قبول شد. میخواست به مردم بگه آقا گوسفند بخرید سر ببرید، چون معامله گوسفند میکرد. حالا ابراهیم پس یادتون میمونه دیگه، این گفتم ابراهیم یادتون مونه. سوره ابراهیم آیه 3 و 4 درست؟ آیه و 3 و 4 دوتایش دنبال هم، یعنی این دوتا آیه با هم سه مطلب مهم داره. برید رو قرآن بخونید، اونایی که خیلی مؤمنن مقدسن بگید آقا برید سوره، بیارید سوره ابراهیم با هم بخونید ببینید چی نوشته از قرآن ترجمه دار یا قرآن فارسی. یکی از مسائل مهم، گفتم سه تا مطلب مهم بود، یکی از مطالب مهم اینه که هر کس به امور این دنیا بیشتر اهمیت میده تا به امور آن دنیا کافره. درجه که چی گفتم؟ هر کی به امور این دنیا بیشتر توجه بکنه تا امور آن دنیا کافره. شما اگه مسلمونید، اگه خدا رو قبول دارید، قرآن قبول دارید، محمد قبول دارید، همه اینا رو قبول دارید، نمازاتون رو همه رو میخونید، روزهاتون رو میگیرید، همه چیز رو رعایت میکنید، ولی حواستون به ایسی خونتونه، به غذای بچه‌هاتونه، به مسئله بچه‌هاتونه، ماشینتون چجوری بشه، شوهر مرد خونه بره سر کار پول در بیاره، احتمالا زن هم بتونه بره پول در بیاره، همش به زندگی این دنیایی فکر میکنین، کافری. ببینید باز تکرار میکنم، سوره ابراهیم آیه 3 و 4 این دوتا آیه سه تا مطلب مهم داره. یکیشو گفتم، هر کی به امور این دنیایی بیشتر اهمیت میده تا به امور آن دنیایی کافر. کیا کافر نیستن؟ اون طالبانی که تفنگ به دست گرفتن، یا نمیدونم داعشی‌ها که تفنگ به دست گرفتن و نه دنبال
هوای مطبوع هستن، نه دنبال تمیزی هستن، نه دنبال میز قضا هستن، نیچی توفنگ هم صبح تا شب دعا میخونن و دنبال یه نفر میگیرن با کشنش. خب مطلب دوم، مطلب دوم میگه که خدا میگه که من برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از همان قوم و به زبان همان قوم. خدا در سوره ابراهیم آیه 3 و 4 میگه من برای هیچ کسی پیغمبری نفرستادم مگر از همان قوم و به زبان همان قوم. یعنی آقای محمد پیغمبر من شما نیست، حتی پیغمبر مصر و لبنان و لیبی هم نیست، بلکه مصر و لبنان و لیبی هم اون زمان عربی حرف نمی‌زدن. بعد میگه که خدا هر کی بخواهد به راه راست هدایت میکنه، هر کی رو نخواهد به راه راست هدایت نمیکنه. پس خانم آقایم، برابر دین اسلام من و شما بیکاره ایم، ول معطلیم، چون هر کی بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر کی نخواهد به هدایت نمیکنه. خودمون اگه نماز بخونیم تو نماز میگیم اهدنا صراط الذین فلان، اهدنا صراط الذین انعمت علیهم، ما را به راه کسانی که نعمت دادی بفرست، به راه اونایی که مغضوب علیهم نفرستی. از خدا خواهش میکنیم که تو ما را به اون راهی بفرست که به اونایی که نعمت دادی نشون دادی، به راهی که به اونایی که غضب کردی نشون دادی نفرست. ببینید خانم آقایون، ما نمیگیم به راه درست کاران بفرست، نمیگیم به راه سخت کوشان بفرست، نمیگیم به راه انسانهای خوب بفرست، میگیم به راه بفرست که به اونایی که تو نعمت دادی، یعنی تو خودت همینطوری. البته من یه حرکت البته تکرار میکنم، عیب نداره، شما به عمرتون شاید 5000 بار گفتی قل هو الله احد، یعنی خدا اینطوری نشسته یه نفر میاد جلوش، خدا نگاه میکنه مغضوب علیه، ببرید چون راهی که مغضوب علیه، یه نفر دیگه میاد انم دلیم بردیدنم، یعنی ما خودمون اراده ای نداریم. ببینید خانم آقای، برگنه بهشتی، ما 1200 سال میدونید که هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان 1200 سال حاکم نیمی از دنیا بودیم و حاکم نیمی از دنیا بودیم، حاکم جوانمرد و بزرگوار بودیم. هیچ وقت برده نگه، مردمان رو برده نگه، رسیم شلاق رو ننیم بگی برای ما کار کنیم. هیچ وقت مسیحا رو نگه رسیم بندیم جلوی شیرهای گرسنه که بخندیم. هیچ وقت برده ها رو به جون هم ننداختیم که یکی باید اون یکی رو بکشی تا ما حال کنیم. یه بنایی درست نکردیم به نام کلوسئوم که به اون افتخار کنیم، به همه جهانیان ببینیم، بیایید ببینید چه بنای خوشگلی از اینجا کلوسئوم، چی کار میکنه اینجا؟ مسیحا رو میداختیم جلو شیر، بعد چی میشد؟ بعد شیرها که اونها پار میکنه ما بودیم هورا هورا هورا. ما اینطوری نبودیم خانم آقایم. از اون وقتی که اون آقای سعد ابن ابی وقاص اومد رستم فرخزاد رو شکست داد، البته علت این که رستم فرخزاد رو شکست خورد که علت این که ساسانیان به انحطاط کشیده بودن، که من فقط یک جمله رو بگم، در عرض 4 سال از مرگ خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد سوم، تکرار میکنم، در عرض 4 سال از مرگ خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد سوم 12 تا پادشاه داشتیم، چون هیچ مرد قابل پادشاه شدن نبود دخترها رو پادشاه کردیم. از افتخار نکنه گردن تو نهی جلال اینطوری، ما مردمان پیشرفته ای هستیم که ما زن رو به پادشاهی برگزیدیم. نه، شیرویه 17 تا برادر خودشو کشت، خسرو پرویز 17 تا برادر داشت. این برادر ها بعضی هاش از زنهای مثلا زردشتی بودن، بعضی هاش از شیرین بودن، اون دختر مسیحی که عشق خسرو و شیرین توی داستان رفته، اون دختر شیرین اونم چند تا پسر داشت. شیرویه همه 17 تا پسر کشت.
خودش یا به تاو مرد یا سعالبهی در تاریخش نمیشه که شیرین اونو مسموم کرد. حالا به این شکل بود. حالا منظورم اینه که بیرون برحال وقتی که سردمون ابوالقاسم پیروز شد در رستم فرخزاد در اون جنگ شکست خورد و نه که فقط با این بلکه با 100 تا جنگ دیگه. ما اینطوری نبود مثل زمان خمینی یه دفعه بگیم به فرمان کشور بدیم دستش که اون موقع جنگیدیم 100 تا جنگ کردیم. هر شهری که اون عربا حمله کردن به زور شمشیر مسلمان کردن دوباره که اون قوا رفتن خود نمیتونه لشکر که نمیتونه همیشه اینجا بمونه که لشکر باید بره اینجا چی مونه؟ 100 نفر مثلا عرب نگهبان و فلان اینا مردم حمله کردن اون 100 نفر رو گرفتن یا بیرون کردن یا کشتن. دوباره گفتن آقا ما نمیخوایم مسلمان باشیم. خلیفه عمر یک سپاهی رو فرستاد که تا مازندران و گرگان رو که دوباره شوریده بودن بر علیه اسلام اینا رو دوباره مسلمان کنه. سپاهی بود که فرمانده اون سپاه با سعید ابن عاص بود. سعید ابن عاص، این سعید ابن عاص خب هر لشکری که میره مثلا 10 تا 15 تا سردار داره دیگه، هر سردار یک بخشی از لشکر رو میگیره. آقا شما سردار برو از اون حمله کن، شما سردار برو از اون، شما برو از پشت بیا، این دو تا حمایت اینا رو کنن، اون دو تا حمایت اینا برنامه‌ریزی. دو تا از این سردارا اسمشون یکیش حسن بود، یکیش حسین. پسران علی، همون که ما میریم گریه میکنیم، همون که میزنیم تو سر و صورت خودمون، همون که زنجیر میزنیم تو سر و میزنیم، برای همون کسی که رفت توی تبرستان و گرگان جوانای ما رو کشت، زنا و دخترها رو گرفت تجاوز کرد برد تو بازار کوفه فروخت. خب ما اینجا ما باید عیب داشته باشیم، من خودم میگم من باید اینجا عیب داشته باشیم که کسی پدر و مادر نیاکان من کشته برم برایش این نویسی اینه بزنن گری کنم. در کابل یک جایی هست بهش میگن امامزاده دوشمشیره. یک عربی که اومده بوده با دو دست شمشیر میزده، بعد یا استثنان در قدیم با دو دست شمشیر میزده مثل طاهر زرجمینی سردار بزرگ ایرانی، اون عربه با دو دست شمشیر میزده، یعنی دو تا شمشیر داشته، با این دست این میزده، با این دست این، با این دست این، با این دست این، بهش گفتن شاه دو شمشیره. بعد یه مدت توی افغانستان میمیره دفنش میکنن، مردم افغانستان میرن سر قبر اون گریه و زاری میکنن، مثلا بچهشون میگن شفا بده، این شوهای دو شمشیری بچه هم مریض شده، این خواهدش میبرم کماش بده. بابا این اومده بود تو رو کشته، نیاکان تو رو کشته، تو میگرد این شفا میخوای. برگردیم به مطلب، ما در 1200 سال با آیین زردشتی آقای بزرگوار نیمی از جهان بودیم. از وقتی که اون عرب اومد روی پدر من شمشیر گذاشت گفت یا میکشمت یا بگو اشهد ان لا اله الا الله، و اون شخص گفت اشهد ان لا اله الا الله، از اون موقع ما دین رو عوض کردیم شدیم مسلمان سنی. چجوری ما شدیم مسلمان سنی؟ به شمشیر، به میل که نشدیم، که به شمشیر شدیم. شاید مردمان مالزی به میل شدن، شاید اندونزی به میل شدن، ولی ما به شمشیر شدیم. سالها مسلمان سنی بودیم تا آقای شاه اسماعیل صفوی اومد. یه سری سپاهی داشت به نام قزلباش. قزلباش شیعه بودن. قزلباش یک قومی بودن که نسلن در نسل در خدمت بزرگان صفویه بودن، یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی اینها رو از اینطوری میگن تیمور رو اومد، تیمور لنگ اومد دیدن این شخص، اونا میمقدار مسلمون شده بودن دیگه، اومد دیدن شیخ صفی الدین اردبیلی، به شیخ گفت خواهشی چیزی هم من نداره، گفت این اسیرهایی که با خودت میبری اینو به من ببخش. اونا قزلباشا بودن. تیمور گفت باش ولکت اینا قزلباشا، خب از اسارت و زنجیر به دست و پاشون رو تو بیابون برن و اینا آزاد شدن دیگه، مرید این آقای شخصفینین اردبیلی شدن. خب بعد از
50 سال چه اتفاق میفته؟ این قزلباشا که الان 20 سالن زن میگیرن فلان، بچه‌هاشون بزرگ میشن و خودشون یا مریض میشن پیر میشن یا میمیرن دیگه، درست؟ اون شخص بیدین هم اونم مریض میشه، میشه یه نفر جانشین میشه. دوباره این قزلباشا نوکر جانشینش بودن، همینطور نسل به نسل دارستن به شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل صفوی به احترام این قزلباشا و اینکه اینا براش خوب بجنگن جونشون رو براش بدن، گفت از حالا به بعد مردم باید شیعه بشن. گفت تو نمازتون بگید اشهد ان لا اله الا الله. دوربریاش بهش گفتن آقای شاه اسماعیل صفوی، آخه مردم اشهد ان من شهادت میدم علی بزرگتر خداست، خود پیغمبر نماز میخونه. اینه نمیگفت ابوبکر و عمر و عثمان هم اینه نمیگفتن، خود علی هم نمیگفت که اشهد ان علی ولی الله. که مردم اینه قبول نمی کنن. گفت هیچ نگران نباشید. وسط صف نمازگزارا بین هر دو نفر یه قزلباش وایساده، حواسش هست بین کی میگه اشهد ان علی ولی الله، کی نمیگه. هر کی نگفت با خنجر میکنه تو قلبش. پس رو نیست خانم آقایون، ما یک بار با شمشیر مسلمان سنی شدیم، یک بار با خنجر مسلمان شیعه شدیم. آیا همش باید به زور دینمون عوض کنیم؟ خب اینا این دفعه به میل خودمون برگردیم دوباره زردشتی بشیم، چی میشه مگه؟ زردشتی میگه داد یعنی عدالت، آبادسازی یعنی خونه بساز، جاده بساز، ساختمون بساز، کارخونه بساز، باغ درست کن، آبادسازی. بعد میگه دهشمندی یعنی به مردم بخشش کن. بعد میگه شادزیستی، شادزیستی یعنی جشن بگیر، بزن، بکوب، برقص، آواز بکن، برقص، مشروب بخور، شراب بخور. بعد میگه بیایید به من کمک کنید تا ما بریم با بدیها بجنگیم. ببینید خدا، ببینید همه خداها ساخت بشر هم، هیچ فکر نکنید ها، همه خدا، خدای محمد ساخت بشره، خدای موسی، خدای عیسی، خدای بودا، خدای مزدک، خدای نمیدونم مانی، خدای نمیدونم کنفوسیوس، همه خداها ساخت بشره. مگر اون خداهایی که تنبیه دادن، مثلا رودخونه که خدا میگیرن، بعد هندی های یه رودخونه رو خدا حساب میکنن. خب اون رودخونه یه ساخت بشر نیست، اون ساخت طبیعته. ولی بقیه خدایا فیزیکی چکش داریم، یک مجسمه ساختیم گفتیم خدا، یا گفتیم تو آسمونه، منتها ما ساختیم که چه جوریه، چه فرمیه، چه قدیه، چه شکلیه. دیگر اون خدا هم اهورامزداست که ما ساختیمش، منتها اهورامزدا میگه که بیایید با من بریم به جنگ اهریمن، بریم به جنگ بدی ها. اهورامزدا خانم آقای من آدم حساب میکنه، میگه بیایید بریم به جنگ بدی ها. خدای محمد توی قرآن میگه که هر کی بخوام به راه راست هدایت میکنم، هر کی نخوام هدایت نمیکنم. یعنی شما قاقی، شما یه سری بچه ها بودن، ما تو سوره بودیم، یه کلکتیو بود، یعنی بچه هایی که زیر سن بودن میآوردن اونجا. من خانم ها گوش بودم، مثلا ما پدر و مادر اونا باشیم، مثلا ما سرپرست اونجا بودیم، یه بچه های شیطونی هم، همه شیطون بودن. یکی میگفت یه دفعه بعد میگه میگفت پس من قابلمه؟ حالا ما هم قابلمه ایم، هیچ اختیار نداریم، هر کی بخواد به راه را زد میکنه، هر کی هم نخواد. خودمون هم همین رو میگیم، خودمون میگیم ما رو به راه انعم علیهم بفرست، به نام مغضوب علیهم نفرست. اون یکی میگه بیاید با من کمک کنید بریم به جنگ اهریمن. این خیلی فرق داره. در اون آیین ما آدمیم، ما شخصیت داریم، در این آیین ما شخصیت نداریم. ببینید آقای محمد احتیاج به چی داشت؟ احتیاج به شمشیر زن داشت، آدم کش، هرکی بهتر بتونه سریعتر بکشه اون سرباز خوبیه، سردار خوبیه. خب چون وقتی برید به ده تا جنگ تجربه جنگی پیدا میکنه دیگه، تجربه جنگی که پیدا کرده یه سری معلومان که میان
شما میدونید چجوری حواسشون فرق کنید، چجوری عصبانی کنید، چجوری بپرید عقب، چجوری بپرید جلو، چجوری شمشیر بکنید تو شکم یارو. خب یارو ممکنه که بگی آه ما اینجا الان مثلا 1000 نفرم اینا 5000 نفرم بترسه، باید چیکارش کنی؟ باید وعده بهش بدی. محمد بلد بود وعده میداد، شما اگه مردی هیچ ناراحت نباشی، یه سره بیرید بهش، بهش اونجا کوری براتون منتظره و قلمان. یعنی تو که میری برای من میجنگی، چرا برای من میری میجنگی؟ بلکه همه این بیشتر جاها رو به حکم من در بیاری و ضمناً در هر جنگی هم یه این مقدار قدیمت جنگی بگیری. قدیمت جنگی چیه؟ طلا، جواهر، گاو، گوسفند، اسب، شتر و زن و بچه مردم. شوهر میدارن اب نداره، شما ترتیبش بده خوش باشی. اما شرط داره، شرط داره، خمسش بده به من. یعنی این کار آدم کشی و تجاوز به زن و دختر و کودک مردم، این تا قبل کار بدی بود، اما حالا دیگه از حالا بعد کار بدی نیست، به شرطی که خمسش بده به آقای محمد. و خمسش هم دادی محمد، بازم اگه تو این جنگ کشته شدی هیچ نگران نباش، خوشحال باش، برای که میری بهش اونجا کوریا برات هستن، قلمانا برات هستن. کوریا یعنی زنهای خوشگل، قلمانا یعنی پسر بچه های خوشگل. خب خانم آقایون، چرا خدای محمد تو بهشتش برای زنهای چی نداره؟ چرا نگفت زنها اونجا جوون میشن، فرشته های مرد خوشگل اونجا هستن باشون باشن؟ به دو دلیل، یکی به زنها احتیاجی نداشت، آخه زنها که نمیرفتن شمشیر بزنن، که احتیاجی نداشت به زنها. دوم این که شاید به مردا برمیخواد اگه بگید زنت نمیره میره یه نفر دیگه ترتیبش میده، اما به زنه بر نمیخورد اگه بگید شوهرت که مرد رفت اونجا ترتیب چندین پسر و دختر میده. پس بنابراین خدای محمد تو بهشتش فقط برای مرد آهوری و قلمان داره. بعدم جوی شیر، آقا ببین عقلم خوب چیزی، آقا قلم بگو شیر تو مشکه، جوی شراب، بابا شراب بگو تو خمره هست. میدونم شراب تو شیشه اون موقع نبود، میدونم شیرم توی قوطی های پاکتی اون موقع نبود، هم خب شیر و آب تو مشک بودن، شراب تو خمره بود، آب و شیر و عسل و شراب تو جوه. بعد هم تخت هاییست که زیر درخت هاییست آسایه داره. عرب های سهرهای عربستان برایشون چی جال لذت بخش بود؟ سایه، تخت، کوری، قلمان، شیر و عسل و شراب، آب. حالا فکرش کردید لباس هم که نیست اونجا، که فکرش کردید یارو میخواد بره مثلا شراب بخوره، باید دولا بشه درنش بکنه تو جوی، کونش هوا کنه، شراب بخوره. این شما این کار میکنید؟ واقعا شما این کار میکنید؟ فرض کنید حالا بهشت درست کردن، اینجا یه جایی رو اومدن تو هالیوود یه جایی درست کردن، بهشت همینطوری که همه چیز بود، چون میرید اونجا اونجوری زندگی کنید، درتون رو دارید از اونجا شیر بخورید، اصلا دو روز و سالتون سر میره. اونجا اینترنت و نمیدونم تلفن همراه و نمیدونم مسابقات مختلف و نمیدونم باشگاه مختلف و ساکر و فوتبال و نمیدونم بسکتبال و اینا نیستش که، رستوران نیست، سینما نیست. البته اینا مکارم شیرازی کتاب های شیعه رو آقای عمدتاً آقای مولا باقر مجلسی در زمان صفویه نوشته، هرچی دروغ بلد بوده نوشته. همارم میگه حدیث هست روایت هست، حدیث هست روایت هست، همش از امام زمان گفته سوار اسب شمشیر به دست میاد و میکشه کافرها رو میکشه. آقای مکارم شیرازی اخیرا گفته که امام زمان یک مثل ابر فشرده
در تمام جهان حرکت میکنه. مکاره به شیرازی نمیفهمه که بابا ابر فقط توی جو زمینه، ابر از جو زمین نمیتونه بره بیرون. از جو زمین که رفتی بیرون دیگه خلعه، هیچی نیست و صدایی مثل در برمونه. مردک نمیفهمه که شما از وقتی از زمین رفتید، چون میگه همه جهان میره، نمیگه که فراکار زمین، که همه جهان میره. شما از اینجا که رفتید مثلا به مریخ دیگه صدایی نیستش، اونجا خلعه. نور میتونه از خلعه عبور بکنه، چون نور ذرات فوتونه، یعنی خودش جرمه. میدونی جرمه یعنی چی؟ یعنی من براتون رو بگم، یه دستگاهی است میگه اسپیروسکوپ، یه همچه اسمی، یک چهار پره است که هر پره یه طرفش دوده مالیده شده، آغشته به دوده سیاهه، یه طرفش براقه، توی خلعه. شما نور به این، من این خودم آزمایش کردم، نور به این بتابونین، یه چراغ قوه بگیرید جلو، شروع کن چرخیدن. چرا؟ چون این نور میرسه به اون قسمت سیاه جذب میشه، مثل قسمت براق برمیگرده. در نتیجه اون قسمت که نور رو جذب میکنه یه مقدار انرژی رو جذب میکنه، در نتیجه شروع کنه به چرخیدن. اما صدا باید به یه وسیله برای انتقالش باشه، اگه وسیله نباشه منتقل نمیشه. شما یه نفر با اسب از دور میاد، درست؟ شما هنوز نمیتونید صدایی بشنید، صدایی سمای اسب رو که تخرخ تخرخ رو دارم، گوشتون میذارید زمین. قدیم این کار میکرده، گوشتون میذارید زمین، از زمین میفهمیدن که مثلا 10 تا سوار داره میاد. حالا هنوز سوار رو نمیدیم ولی صداشون میاد، اون صدای ضربه اونا از زمین منتقل میشد. شما وقتی ویولون میزنه یه طرف، با اون آرشه سیمو به ارتعاش در میاره، رفت و برگشت میشه، این رفت و برگشت صوت ایجاد میکنه، اون صوت به وسیله هوا به گوش شما میرسه. ارتعاشات سیم، یه سیم ارتعاشات عرضی داره، اینطوری مرتعش میشه، این صداش مطبوعه. ارتعاشات طولی داره، صداش نامطبوعه. شما مثلا ناخونتون بخوره و یه فلزی فشار بدید، یه صدای خیشی میده که شما اینطوری میشید. خب این همه ماده است که این مکار میشید، دیگه نمیفهمه از خودش شده، خودش شده. مثلا مولا باقر مجلسی اومده تعریف جدیدی از امام زمان کرده. امام زمان با ابر فشرده‌ای در جهان حرکت میکنند و صدایی مثل رعد و نوری مثل برق از اون ساطع میشود. آخه مردی که از خود دین در آوردی، خود دین رو ساختی، شب خوابیدی اومدی و تو پیغمبری دیگه، ولی تا حالا که اینا نبود که. ببینید من این مثال دادم، میگم وقتی که حرکتی به دنیا میاد، در لحظه اول سه چیز برایش معلوم میشه. مثلا من که به دنیا آمدم، روز اول معلوم شده من ایرانیم، بلافاصله معلوم شده من اسمم پرویز نیمویه، بلافاصله معلوم شده من شیعه دوازده امامیم. حالا اگه مثلا توی خانواده به دنیا آمدن که زغال پرست بودن، یه سری آتش پرست هستن، اینا سر بکنن آتشی زغال بشه، زغال بپرست. حالا اگه زغال پرست بودن، من باید حالا زغال پرست باشم. اگه اسمم بود مثلا غلام محمد جعفر مثلا قبر سونکن، حتما میرسم عوض میکنم این چه فامیلی زشکیه. اگه هم زغال پرست بودم، خب یه ذره میگفتم آقا این ول کن زغال پرست، که مردم میخندن من زغال پرستم. خب ما به ما مردم میخندن که ما منتظرم یه بچه 5 ساله توی چای سامله رفته تو، از چای جمکران اومده بیرون، میخندن مردم به ما. همکارای من آشورا میشه، میرن تلویزیون ها نگاه میکنم، میان میخندن، میگن تو عراق 4 دست پا را میرفتن، خودشون روی سینه میخزوندن تا برسن به قبر امام حسین. خواه ها میخندن. ببینید من معتقدم، من شخصا، که اگر خدایی باشه و بخواد یه چیزی به من بگه، خدا هندیکپ نیست، علیل نیست، فلج نیست، میتونه به من بگه.
همونطوری که به نوزاد بچه میگه کتاب دنیا میاد همین چشم پاره کرده، اینطوری اینطوری میخواد دنبال شیر بگرده. بهش گفتم، نگفتم که بچه برو دنبال شیر بگرد، تو مغزش کار گذاشتن. مادرم حاضر جونشون بده بچهشو زنده نگرده، اونم بهش نیومدن یاد بدن که، اونم تو ذهنش یه چیزی گذاشتن که این اینجوری باشه. شما تو گله یه گاوای وحشی که دارن میرن، یه گاوی، یه گاو آبستنی بچهش به دنیا میاره، بچه دنبال مادر را میفته، میره یه لحظه بعد میره شروع کنه شیر خوردن. اینا کی بهش یاد داده؟ این همه گاوه تو چه دنباله یه میری؟ اینجاش گذاشتن احتیاج به یا میبینی اوباما این میخواد به مردم حرف زدنه، میگه که مردم فردا ساعت 4 را میام تو تلویزیون بیاید گوش بدید. آخه خدا باید محمد 1400 سال پیش فرسته بیفت برای من امروز بیاد پیغام بفرسته. اما اگر به عنوان یک آیین، اگر احتیاج دارید یک دینی داشته باشید، این نفر میگه آقا من بچه ها بگم کجا، اگر این سوری احتیاج دارید، خانم آقا عیب نداری برگیم به دین قبلمون، زردشتی میشیم. بچه هم خدا که میگه خدا ابورامنزاست، اون یه خدای بدم هست، اهریمن، این اهریمن مال بدی ها و مریضی ها و تاریکی ها و زشتی هاست، اون مال سلامت و نور و دوستی و آبادانی و نمیدونم هوای خوب و روشنایی، اینو با هم جنگن، ما باید بریم باید کمک کنیم تا اون شکست بدیم. خانم ما آدمی، ما احساس میکنم باید یک کاری بکنیم. وقتی که مانی پیغمبر ایرانی میاد میگه یک فرشته به من نازل شد گفت گوش نخور، شراب هم نخور، به زنام نزدیکی نکن، یعنی درویشی دیگه، یعنی کوچه کناره، یعنی یکی که بگیم بخورم برد و اومد بخوام. خب بگیم ما ترقی نمی کنیم. خب شنوندگان و بینندگان عزیز، جناب صوبی عزیز، سرتون درد بودم، برنامه به پایان رسید. تشکر میکنم که توجه فرمودید، براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. تا برنامه بعد در خدمتتون باشم.